آزادی بیان یکی از دستاوردهای بزرگ دموکراسی پس از سقوط طالبان در افغانستان شمرده شده است، اما برخی ها از بابت آینده آزادی بیان و مطبوعات نگرانند. این نگرانی ها چقدر جدی بوده و آزادی بیان چه آینده در پیش خواهد داشت؟ در این مورد صحبتی داریم با پرویز کاوه، مدیر مسئول روزنامه 8 صبح که در استودیوی مرکزی واشنگتن مهمان ما است. خب آقای کاوه سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ما. امروز یک خبر تکان دهنده داشتیم، چنانچه شنیدید که یک فعال مدنی و فعال رسانه‌های اجتماعی در کندهار با ضرب گلوله کشته شد که بر ضد افراطیت هم فعالیت‌هایی داشت. خب همچون رویدادها چه تأثیر بر آزادی بیان در افغانستان داشته میتونه؟ بدون شک این رویدادها میتونه یک بخش از روحیه فعالین مدنی، فعالین رسانه‌ها را در زمینه اطلاع رسانی کاهش بده، ضعیف بسازه و یک مقدار روحیه را برهم بزنه و در مجموع فضای آزادی اطلاع رسانی در افغانستان حاکم است متاثر بسازه. البته سال گذشته شما به خاطر دارین که افغانستان به لحاظ کارهایی در زمینه آزادی اطلاع رسانی انجام داد، احتمال داشت در رده های بلندتر چند رده صعود بکنه، اما مسائل مربوط به قتل و کشتار خبرنگارا باعث شد که به عنوان یکی از عوامل کلیدی باعث شد که افغانستان جایگاهش تغییر نکنه، یعنی در رده بندی ها بالا نره، در حالی که از در مقایسه با سایر شاخص ها و کشورهایی که در منطقه هستن افغانستان کار بهتر انجام داده بود، هم به لحاظ قوانین، هم به لحاظ ساختارها و هم به لحاظ فعال بودن نهادهای رسانه‌ای در افغانستان. من فکر میکنم که این برای هم برای دولت افغانستان بسیار مهم است، هم برای فعالین رسانه‌ای بسیار مهم است که به این مسائل بسیار جدی بپردازند و این نگرانی باید به صورت جدی مطرح شود، بار مطرح شود. و یکی از رسانه ها یاد کردین تبصره های اخیر آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در خصوص رسانه ها را چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا به از دیدگاه شما طوری که آقای حکمتیار گفتند که جلوگیری از ابتذال در رسانه ها، آیا واقعا و گفته آقای حکمتیار جلوگیری از ابتذال در رسانه ها میشه که محدودیت بر آزادی بیان تلقی شود؟ ببینید، آزادی بیان در افغانستان دستاورد 15 سال گذشته است که به کثرت رشد کرد و پیش رفت. آقای حکمتیار هیچ سهمی در رشد آزادی بیان نداشته، همواره تلاش کرده که به نوعی مانع باشه در زمینی رفتن به آزادی اطلاع رسانی، و این بیشتر به رابطه میگیره که آقای حکمتیار از وضعیت دور بوده، دستاوردهای چند سال اخیر در افغانستان به رسمیت نمیشناسه، چون بار زمانی که بحث دموکراسی میشه، بحث آزادی های اجتماعی میشه، آقای حکمتیار واکنش نشان میده. و آزادی بیان هم یکی به اصطلاح از ستونای اصلی دموکراسی در افغانستان است که آقای حکمتیار باش زیاد آشنا نیست، و به همین دلیل است که ما میبینیم که امن نهادهای رسانه‌ای، امن نهادهای صنفی خبرنگاران باش واکنش جدی میکنن، با کنش جدی بهش میپردازم. ما ظاهرا آقای حکمتیار میگه که من طرفدار آزادی بیان هستم ولی طرفدار ابتذال نیستم. به نظر شما آیا در رسانه‌های افغانستان ابتذال وجود داره؟ خب فکر میکنم که آقای حکمتیار با توجه به گذشتهش باید یک تعریف مشخص از ابتذال بده. زمانی که بحث آزادی رسانه ها مطرح میشه، آزادی اطلاع رسانی مطرح میشه، دموکراسی مطرح میشه، این ارزش هایی هستن که شما باید پا و پای رشد جامعه با ایشون قدم بگذارون پیش برین، و آقای حکمتیار با این مسائل هنوز بیگانه هست. فکر میکنم که تعریف آقای حکمتیار از ابتذال بیشتر رسانه هایی است که به نوعی در این فضای دموکراسی رشد کردن، شکل گرفتن، پیش رفتن و فعالیت میکنن، و این در واقع چون بحث انتقاد و روی کرد انتقادی در رسانه افغانستان برای آقای حکمتیار نواز قسمی که برای سایر رهبرای جهادی، سایر جنگ سالار در اوایل یک پدیده نو بود و بایش نمیتونستم در راحتی کنار بیاین، و آقای حکمتیار هم در این مرحله یک مسئله تازه هست، یک پدیده نو است و نمیتونه این را بر به تابه و نمیتونه تمام. اگر کوتاه بگوین که دورنمای آینده آزادی بیان در افغانستان با در نظر داشت اوضاعی سیاسی کنونی شما چگونه میبینید؟ من فکر میکنم که دو عامل است که همیشه آزادی بیان را در افغانستان تضمین کرده، یکی که قوانین کمک کننده و حمایتگر آزادی رسانه در افغانستان داریم، دیگه ای که عامل دوم و قوی ترین عامل نیروی جوان است در پشت صحنه کار رسانه در افغانستان. این نیرو تعهد داره، این نیرو به لحاظ ایدئولوژیک با گروه مختلف وابسته نیست و این نیرو انرژی داره و تمایل داره برای فراگیری دانش جدید. بنابراین ما آیستایست به طرف تخصصی شدن میریم، رسانه های ما تخصصی تر شده میرن، و فکر میکنم که این فضا
به حد گسترش یافته و به حد در جامعه افغانستان به رسمیت شناخته شده که نه آقای حکمتیار، نه سایر جنگ سالار و نه سایر نیروهای سیاسی میتونن جلوشه بگیرن. تشکر از شما آقای کاوه. ممنون.